خواهرون برادر گردین شنوندگان عزیز، این پارشا درباره هارون و کین صحبت میشه. در هورهار کوهی روی کوه دیگه در اردن مکانی هست به نام هورهار. اونجا هارون و کین با موسی رابینو میرن بالا. همین بگو میفرماید ویاسف هارون نما نمیاد ارز اسرائیل. چرا؟ کیدوش هشم نکردیم. کیدوش هشم چی بود؟ اون وقت که اسرائیل آب خواستن، تشنه بودن، حکمت باقو می فرماید به موشه اون مکل اهرون اصایی که خوش بود و گل در آورد و میوه و برگ اونو بردن، اونو جلوی صخره به دیورت ملسیلا تو با اهرون کوهن صحبت کنین به اون صخره که آبشو بده. اگر این طور بود که دوش هشم بزرگی بود، اسرائیل میگفتن اومد صخره حرف هشم رو گوش میکنه، ما که تورا میتوا باید انجام بدیم چه برسه بعد حرف هشم رو گوش بدیم. ولی چرا عصای اهرون رو باید برداره؟ اون عصایی که شکوفه زد و گل در آورد و شکیدیم برای چی؟ نشون بده حکدوش بار خوب توانایی داره از چیز خوش بدون آب گل در بیاره، میوه در بیاره، برگ در بیاره. و این عصای اهرون ابدی مونده کجاست؟ مکان سیرزمین بیت المقدس قایم کردن تا وقت ظهور مشیح بشه. بزرگشن تمام ظرفای بیت المقدس دوره موشه پیدا میشه، در میاد از زمین. به این به ما نشون میده حکش با اون قادره از سنگم آب در بیاره. چرا 40 سال مگه چی خوردین؟ چی روشیدین؟ من از شماییم، آب از صخره میریام نبیا. برای چی میریام نبیا زاختم؟ که اسرائیل آب بدن در بیابان مثل هتل 5 ستاره دوربرشون پر آب میشد. به شبت به شبت تا اینکه با قایق باید بود برن از شبت روبن بشیمون و غیره. چرا شما گلگی میکنین آب نداری؟ بدی برد ملزلا. ولی موشه رابینو در اون ساعت اسرائیل عصبانیش میکنن و میگه امین از سه لحظه نوچی نگیم دو بار صخره را زد به جایی که حرف بزنه. نباید بود بزنه، بلکه حرف بزنه کیدوش هشم میشد. به خاطر این ارز اسرائیل نمیان نه موشه و نه اهرون. اینی که به ما یاد میده حکدوش بخو قادره هر چیزی طبیعت عوض کنه. فقط ما خواسته تورا را انجام بدیم. و یه شما تشمال کل ادونای ریخه کل مخلا اشت سمتی ویسرگو از ریخه تمام دشمنان ما نامود میشن. به ذات هشم قوه تورا، تورا درس بدیم به خودمون، بچه همون تورا تیبرنمون به قوه تورا. ادونای مزدم و ایتن ادونای برکتمو و شلوم. هارون وقتی فوت میکنه ریاست شنیده به پسر چلازار یه اشرخا در اونجا قاری بود میکفه پیدا میشه، تخت حاضره، شم بروشنه، هارون میخوابه روی تخت. چشمتا ببند، دست داخل کن، چشمشا ببنده، میتت نشیکا. از شکینا ظاهر میشه هارون کوهن، کوهن گدول، نشامش میره گن عدن. موشه رابینو تمنا میکنه ازش کاشکی اونم مثل هارون کوهن فوت کنه. هشم خواستشو به جا میاره و اکبر تو بگای هکش با خودش به موشه رابینو رسیدگی میکنه. وقتی فوت میکنه 120 ساله قوه شموز مثل قوه اول بود، مثل جوان، تمام صورت جوان بود. دو نسل خوب و موشه رابینو رو بشلو. اینی که تمام اسرائیل گری کردن. چرا؟ چون هارون کوهن سر میداد بین زن و مرد که دعوا نکنن، با هم دیگه آشتی کنن. دو نفر هم میدید با هم قهرن. میدید روبن هم میگه روبن شیمون دیدم خیلی متاثره، خیلی غمناکه
که با تو دعوا کرده، خواهش میکنم. گفته برو با روحه بگو بمشتی کنیم. وقتی رو شیمونم میبینه میگه روحه ندیدم، خیلی پشیمونه از دعوایی که بین ما شده، اختلاف نظر. خواهش میکنیم اگر میتونیم بین ما صورت بندازیم. وقتی هم دیگر روحه نشیمو میدیدن بغل میکردن. بین زن و مرد صورت میداد ارون نکوین، برای خاطر تمام اسرائیل زن و مرد و بچه 30 روز گریه کردن به خاطر ارون کوهن. یه میتمیدم شل ارون کوهن. اوهف شلوم و رودف شلوم. شبت شلوم و مبارک.